سخن هفته. ولی جهان در تشویش و به خصوص اروپا در تشویش جدی به سر می‌برد. اگر جناب خالدی صاحب می‌خواهند که سر از این مبحث یک توضیحات بدن یا ابراز نظر کنن، میشه که قبل از اینکه به مسائل بلوچستان بپردازیم سریع مسئله کالیسیم غور کنن و یا صحبت داشته باشن. کالیسیم سلام احترام یک بار دیگه به شما تقدیم میکنیم. بسیار زیاد خوش آمدین، صفا آوردین به برنامه امروزی ما. سلام جناب آقای پایمرد، سلام به بیننده و شنونده های رادیو تلویزیون وطن. خوشحال هستم که بار دیگه همراه شما هستم. بله، این موضوع اوکراین برای روسیه بسیار مهم شده، بسیار برای امنیت روسیه یک مشکل عمده شده، برای اینکه اوکراین مانند پولند یا رومانیا یا هنگری یا مولدوا یا نیست که دور از سرحدات روسیه واقع شده باشه. اوکراین در قلب روسیه پیش رفته و از سرحدات شرقی اوکراین تا ماسکو 500 کیلومتر است. بنابراین اگر اوکراین به ناتو شامل شود، قسمی که اعضای ناتو میخواهند و دولت اوکراین میخواهد، و بخصوصی که در اوکراین یک دولت کاملا ضد روسی با قدرت هست که حتی داره چیزای فاشیستی داره، تمایلات فاشیستی داره، این امنیت استراتژیک روسیه را کاملا برهم میزنه. به می خاطر روس ها بالاخره آقای پوتین به اصطلاح هر چی در طول 10 سال گذشته به اروپا و امریکا در این مورد گوش زد میکرد، این جای را نگرفت و بالاخره ببخشید اولتیماتوم داد که اگر شما امنیت مرا در نظر نگیرین و با همچنان به شرق پیشروی کنین، ما ناگزیر هستیم که به اقدامات جدی دست بزنیم و او تا امنیت را تامین کنیم. به می خاطر این بحران از این خاطر ایجاد شده بود که قوای روسیه در اطراف اوکراین موضع گرفته بودند، به می خاطر که قرار بود بر اساس پلانهای امریکا دولت اوکراین بالای امی دو منطقه که حال چیز شده استقلال خود اعلان کردن، البته قبلا استقلال خود اعلان کرده بودند، امروز روسیه به رسمیت شناخته، بالای دو منطقه با اسلحه جدیدی که از امریکا و انگلستان دریافت کردن حمله کنند و این حمله کنه، و در حقیقت امریکا و اروپا و ناتو میخواست روسیه را به دام پرده، مثل که روسیه در تلک افغانستان افتاد، قرار بود روسیه را غرب به دام و تلک اوکراین پرده، برای که اگر روسا بالای اوکراین حمله کنن این از خدا میخواه امریکایی کنه، روسیه بازم به تلک انگلستان و امریکا میفته. در ظاهر انگلستان و امریکا همین گفته میرن که ما هدف ما ایست که جنگ نشه، ولی روسا چیز به اوکراین نبین، ولی از خواه میخواین که روسا بیاید، برای که فرصت پیدا میکنن تا روسیه را تجرید کنن، روسیه را مانند کره شمالی بسازن، روسیه را مانند ایران بسازن، از جهان اقتصادی قطعش کنن، از جهان سیاسی و استراتژی قطع کنن، از تمام امکانات اقتصادی جهان غرب روسیه را قطع کنن. به می خاطر اینجا یک موضوع بالانسینگ اکت بود که روسیه باید چی کنه. بالاخره روسیه همو حد اقل راه از اقل پیش گرفت. این دو منطقه در این 7 سال گذشته مستقل بود، نیمه مستقل بود به اصطلاح، خودمختاری خود اعلان کرده بود و جنگ بود با اوکراین. امروز عمل تازه صورت نگرفته، امریکای ها همیش، انگلیس ها همیش میگفتن که روس ها در اینجا هستن، در حقیقت آزادی خواه ها و اصطلاح سپریتیست ها نیستن جنگ میکنن، بلکه قوای روسی است که جنگ میکنن،
آل روسیه اعلان کرد که من بر اسم آل دیگه شما تو فکر میکنین من بر اسمت میشناسم و از او دفاع میکنم. یعنی کار بزرگ صورت نگرفته از لحاظ استراتژی، فقط مو استاتیسکورا جنبی رسمی داده پوتین. نظر من نیست آقای پایمن.